سلام خوشگله من حالتون چطوره من ریبر هستم و دلی دوستتون رو بچه پر انرژی هم هستم امیدوارم <تصفح> که شما پر انرژی باشین در خدمت با گردونه اسم ده سامورای جقی چیز تنها و ریبر دلها بریم برای گردونه بعدش میام براتون مردونه این حرفا کجا در میاد خدا نمی نمیدونم خدا همینجوری میاد دیگه بچا میخوام اول امروز حالا بریم برای گردونه این گردونه هم بیشتر به خاطر شما میزنم خدا سر شاهده ولی من با ASM در خیلی کم بازی میکنم و یه دونه دیگه هم دارم واقعیتش ولی این یکی خب ترایش خیلی بهتره سامورا در خدمت با سامورایی ج... چیز تنها آدمی که تنهای بالاخره آره دیگه شستشو هم محکم انجام میده و تون تون <تصفح> بچه ها میخوام یه راجب اچیس هم حرف بزنم یه ذره بهتون بگم به پرین بزنین چجوری بزنین هیپ فایر بدون نشونه کامل بهتون توضیح میدم چجوری فقط باید گوش بدین که من چی میگم گوش بدین چیز دیگه ندین برم این لباس نمیدونم چرا ولی هیچ وقت به من این چیزای اصلی و قبلش نمیده حالا این لباسو داد من به خاطر لباسه که نزدم ولی لباسش قشنگه سامورایی هم که داستانشو میدونین صد در صد اگه نمیدونید توی اینترنت جستجو کنین بچا بریم برای توی بازی همه چی براتون توضیح میدم اشقای منی بریم خب خوشگله من خوش برگشتیم بریم یه بازی خفن بکنیم بازی رو خفن بکنیم نه یه بازی رو خ... منشوری داره میشه این ویدیو بریم جلو بچه ها میخوام یه چی اول بهتون بگم راجبه نزن 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 راجب اچس بهتون بگم اول از هر چیزی بذاری اچس بکنم آها این یکی واسه این دوتا سوم کجا رفت این آداش هم سوم بچه میخوام راجع به چیز این قضیه رو به تو بگم نمیرم خدا استوری اینستاگرام بچه ها دیدین مثل کلاق میپرن وقتی که چس میزنم دلیلش چیه به نظر اجاز بدین یه سمده زیبا رو بکشم به 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 بریم دلیل اینکه بچه ها مثل کلاق میپرم یکی اینجا قایم شده الان نشون تو میدم یا اولی نخورد تو نخورد نگاه میپرم میزنم دلیلش چیه ببین یه فکتوری هست یه گزینه ای هست به اسم Sprint File Delay یعنی چی؟ یعنی زمانی دلی. که شما شلیک میکنی زمانی که شلیک میکنی یا زمانی که این واقعا شلیک میشه این شادگان ها اکثرا دارن نگاه من همیشه میپرم بم میزنم وقتی که شما میپری بم میزنی اجازه بدین اول بنوازم روی این بند خدای توفنگ ASM بنده تازه اومد فقط به خاطر تفنگی ولی نمیزدم آی یه تیر خورد بهش مثل که پترو کارش ساخته بود ولی حالا بعد شانسی بود باز این شات خیلی دوست دارم بچه‌ها نگاه اینجوری میپری <تص> بالا خیلی حال میده خدا وکیل آ داشتم اینو این اس ام ای توی فاصله خیلی راحت میزنه من براتون نگاه میکنم اصلا تو صدوم ثانیه پودرش میکنه ولی تو فاصله 20 الی 50 یادتون باشه بیشتر از این یه ذره ضعیفه خب بچا من یادم رفت قضیه اچ رو بهتون بگم این بازی داره تموم میشه برای یه ویدیو بچه‌ها باید خدا وکیل 5 6 بار بازی کنیم که این دو سه تا چیز ازش در بیاد چون خیلی وقتی مثلا سه چهار نفری هستیم خیلی زود بازی تموم میشه برای آخر اصلا گیرم نمیاد کسی رو بزنم بچه این چیزی که میخوام بهتون بگم خیلی خیلی مهمه اسپرینت تو فایر دیلی این مثل می میپرم میزنم مثل کلاغ سیاه داستان کلاغ سیاه هم بهتون میگم و اینجوری میپرم میزنم نخور بشای این اسپرینت تو فایر دیلی سفر میشه با شاتگان وقتی میپری نگاه بلا فاصله شلیک میشه خلاصه بچه این سپرینگ تو فای و یادتون باشه مثل کلاق بپرین و بزنین حالا داستان کلاق چیه داشت بایست زرنگ بازی هر نه نارنجک میدازه و خودش در میره داستان کلاق چی بود آقا دقت کردیم بچه وقتی از نزدیکش اولر میشی سری میدونم میرن آخه کی با تو کار داره با قیافه گوزی سیاه سیاه پوینش من خودم سیاه هم البته خودم نه یه چیزی سیاه آه؟ بچه همه کسایی که ویدیو یوتیوب میسازن واقعا دارن زحمت میکشه فقط خودمو نمیگم ببین برای یه ویدیو ده پونزده دقیقه باید ده بار بری توی بازی دمتون گم ولی به عشق خودتون حالا من نپرسیدم ازتون خدا دیروز که جمعه بود پریشبم جمعه بود <تصفح> چیکار کردین شیطونا <تصفح> خدا اکی من هنوزم دارم میزنم چیزه هنوزم برام سواله که این سیمپسونا پیش بینی کردم بالاخره ما کدوم شب جمعه ای می میزنیم تو... دو... نه 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 نمیزنیم توش میزنیم ساز الان خانم نازم پترا خانم میاد من با خطکش میزنه خدا اکیل خوش به حال بس نازم شد خوش به حال آیت الله دستگی بعد میزنه توی فاصله با. خوش به حال آیت الله دستگی هر وقت تو مدرسه شلوغی میکرده نازم نمیتونسته با خطکش کش بزنتش دستاش آخه غیب بوده چقدر بینمکم واقعا <applause> این شخصیت سامورایی خیلی قویه کلا سامورایی ها خیلی قوی بودن حالا من نینجا زدم ولی نینجا سامورایی مقابل هم بودن ولی اگه میشد مثلا یه سامورایی از نزدیک ببینم خدا اکیل میپرسیدم ازش ببینم شنا خوب بلده نه برام سوال شده جدی چجوری وقتی مثلا توی دریا داریم شنا میکنیم اگه دهنمون باز باشه بیا پایین دهنمون باز باشه غرق میشیم پس چرا به خاطر <applause> غرق نمیشیم سولاخ سولاخ دیگه چرا تبعیض قائل میشیم بین سولاخا؟ ها جدی برام سوال ای حسنم افتاد با این نارنجک ها بچه خداکیل یارام و ول کردم تکی اومدم توی بازی آقا نمیشد خداکیر ویدیو ضبت نمیشد حتی می ومدم یکی بزنم اونا میزدنش اومدم تک به چار توی بازی خیلی بهتره حالا کمپری میرم کسیف هی دات خوش ومدی دراش یه ذره دیر اومدی کجا 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 داشت وایس ای ای تو را از تو محمدی اینا بزو بزنمت الان نزنمش بعدم پارم میکنم حاجی خب دو زدم همینجوری الکی الکی اینم نفر سوم که پرید کجا پرید جهید یه معما براتون تر میکنم بچه ولی خودم جوابشو بهتون میگم یکی از پشت اومد با این کی رنگین کمانی بچه های رنگین کمان آماده باشین که کیم برا برای شما ساخته شده یه ویدیو بسازم باز از این که ای رنگین کمانی سه تاشون رفتم بچا تیر نداشتم برم نفر چهارم میشونم بزنم براتون بعد این معما رو براتون تعریف میکنم این نفر چهارمشون با ماشین اومد خسته و تنها اجازه بده با این که رنگین کمانی بخوابه سوتو خوابیده بایدید. با میمدی بغل میکردی اما سوتون یه ماچ میکنم خود داستان معما رو بهتون بگم بچا اول که بالگرد موکسی سبزی جذاب خوشگل زیبای ریبر را ببینید مثل همیشه با افتخار بالگرد موکتی در خدمت شما آقا یه سوال دارم برای یه معما دارم بذارین لذت لازم من اینه اول بریم توفنگمونو بکشیم ای اسم ده که قشنگ بازی کنیم باش معما من این آقا تفاوت خشاب یک مرد با خشاب توفنگش چی؟ نه فکر کنیم بهش خدا حکر. حالا من قبل اینکه درگیر بشم بهتون وقت دادم قشنگ فکر کنین فکر کردیم بهش کامل بهتون بگم الان؟ جوابش اینه خوشگلا آدم خشاب تفنگ رو کسی که بدش میاد خالی میکنه خشاب بدنش کمرش باشه رو کسی که دوستش داری به به چقدر عاشقانه به من چیزای عاشقانه هم بلدم فلا این خشاب کمر همیشه دوست داشتم با خانم گوش در میام بذارم وقتی که جوان تر بود بالاخره یه روزی <تصحنت> توی خواب دیدم تو عالم برزخ بودم خودمو تو بغل گوگوش دیدم گفتم خدایا این پاداش کدوم کارمه ندا آمد گفت که این پاداش تو نیست گوزو این عذاب گوگوشه <تصحنت> اومدم توی کو ببینم صدا آوازه میده قشنگ من خیلی خوشبختم خدایا برو نگو برو نگو برو نگو برو نگو کوه ماجی آجی با اون لجه اجازه این نارنجک ها رو کلاستر ها رو میندازم وسطتون که همینجوری راحت ترسیم به من منو بزنید ای یا اول این چی بود وارماشین بود چرا باید یه آدم وارماشین بکشه الان اینجوری فرار میکنم فرار مهدوی کیا بچه میخوام در این که درگیر نمیشم قشنگ به خاطر اینکه میخوام نشونتون بدم که این تفنگ اسم در چقدر میتونه قوی باشه خب این زنبور هم ورداشته الان بزن پر بشه استفاده میکنم ازش خب بچه ها برم این بالا میخوام فقط با, با, با این تفنگ بزنمشون ولی اینا رو اصلا تار و مار میکردم براتون خدا حکیل <applause> اجازه این کمپری بریم جلو آین شاعری میزنمشون با اسم در براتون یا میزنه به به <applause> شعر شاعری دوست داریم بچه ها سایه هم رفت بنده خدا خدا بیامرزتش حالا بعضی دوستش داشتن بعضی دوستش نداشتن من همه رو دوست دارم نمیدونم حالا سایه باشه آفتاب باشه همه رو دوست دارم شاعری هم میکنم براتون خدا حکیم شاعر مورد علاقه هم کیه مولانا مخصا اون تیکی که میگه <تصفح> سینه خواهم <تصفح> چه کنیم آقا بچه ایم دیگه گشتمون میشه شیر برای سلامتی خوبه حکش کنیم با این بچه با این زنبور خیلی حال میده حکشون میکنیم یه ذره اذیتش میکنن این ور به اون ور ولی میخوام یه فاصله باشه میخوام با این فاصله امتحان کنم ایسا تو توی خونن بیاد بیرون من میزنمش خدا اکیل ای ده آه اومد بیرون سلام داداشی یو چی چرا میخوره به سخت و همه جا نمیخوره تو چون ا چیزه تو شفتش رفت این آخری رفت این آخری یکی <تصال> دیگه داره آه ایناش داشتم پ شما اینو میشناسی شخصتو بچهها این یه فیلم سینمایی داره خیلی عجیبه خیلی هم باله بچه ها اسم فیلم اولد بوی احتمالا دیده باشین برای کسایی که, که نایدن برین نگاه کنین سال 2002 ساخته شده فقط من میتونم توی کالاف وسط کالاف فازی کردن جوک بگم براتون بخندونمتون بهتون فیلم معرفی کنم بچه ها سعی کنید همیشه فیلم ببین بذارید با این پشه چیز زنبور حکش میکنید فیلم دیدن خیلی تاثیر داره روی زبانی یاد گرفتن و خیلی چیزه دیگه چیزها رو یاد میگیری و من واقعا توصیه میکنم بریم فیلم نگاه کنین همیشه فیلم های خوب نگاه کنین این چیزی که بهتون گفتم جز بهترین فیلم های تاریخ یه مفهومی پشتشه داشت کجا داری میری آسمون و زمینم چیز کنی من پیدات میکنم میزن نینا کاش نمیزدمش خدا وکیل چرا من نینا خوشگل رو زدم میخوای زنبور پر بشه با این زنبور اون یکی هم بزن خیلی حال میده ولی این تفنگ اس ام ده بچه‌ها تفنگ بدی نیست ولی تفنگ خیلی خوبی هم نیست من صادقانه بهتون من سی پی نمیفوشم که بیام بهتون دورو بگم بگم, بگم. بریم بگیرین فلانو به ما نه هیچ سودی برای من نداری تفنگ قشنگی تو فاصله کم هم خوب میزنه ولی تفنگ خیلی قوی نه ام بهتره ای بهتره خلاصه این داشم وای خدا چی گذاشته ردات گذاشته روی تفنگ پشمام ریخت این چه سمی بود دیدم خدا هاکی. بیا برو بیرو بیتر بیاری چه کاری کردی خدا هاکی. خوش من بریم سراغ چیدمان ها توفنگایی که تو بازی استفاده کردم اولین اینکه این که ای سویچ بلید چیدمان و فقط پرک خشاب و چیز خشاب رو عوض کردم چون که جدن این اومده اکستندت مگی ای یه ذره تو تیرا رو بیشتر میکنه بقیه چیزا همینی که تو اینستاگرام قبلا گذاشته بودم چند روز پیش برای تیراندازی بدون نشونه فوق العاده خوبه فوق العاده قویه بعد اینم که ای اس که باش بازی کردم بدی نبود من واقعیتش بهتون بگم از ام چهار و ای کی و اینا بهتر نیست بعید میدونم شما از این استفاده کنیم ولی اگه این تفنگ گرفتی چیدمان خوبه براش بهترین چیدمانیه که میشه استفاده راجع به این اپتیک یا همون چشمی هم من این انتخاب کردم چون زیاد با اپتیک بازی نکردم من یکی خیلی خوبه این به اضافه اینو گذاشتم توی کاستومایز و اینا هست توی ویدیو دیدید همین الان بعد آرزم خدمتتون که برای چیدمان اچس اه... چیدمان اچس هم برای پایر بدون نشونه است خب همونجوری که بهتون توضیح دادم این چیدمان بهترین چیدمان یا برای اونجوری که حرکت میخوای بزنی و روح هوا میخوای بزنی این هم استفاده کنین فقط منو نزنین تو رو خدا تو بازی با این تفنگ من گناه دارم من بدبختم یتیمم خو خوشگلم امیدوارم که تونسته باشم یه لبخندی بیارم روی لبای خوشگل نازنینتون امیدوارم ویدیو رو دوست داشته بوده باشین اگه حال کردیم با ویدیو و دوست داریم بیشتر ویدیو بسازم حتما سعی کنید یه کامنت انگلیسی یا لایک بزنین و کانالم سابسکرایب کنید قربونتون من برم من منید خداحافظ